وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه هر کجای جهان که هستید. مطابق کلام خدا چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، ایام آمدن خداوند ما بسیار نزدیک هستش. هرچند مسیح از آن روز دقیقاً هیچ اطلاعی نداده است، اما اشاره او به شرایط ایام آخر مطابق متی 25 به ما این هشیاری را می‌دهد که آمدن مسیح نزدیک است و مسیح اعلام کرد من همچون دزد می‌آیم. بنابراین می‌باید آماده بود. برای چی؟ برای ایمانی بیدار و فعال در حضور خدا و در رعایت کلام خدا در زندگی خیش. مطابق متی 25:2 اعلام می‌کنه برای رساندن خبر خوش به گوش مشتاقان حقیقت تا آنها نیز هلاک نشوند. و هر دو این نیز ضرورتی است برای وفاداری ما به مسیح و نیز کلام او. در نامه اول تسالونیکیان 5 نیز اشاره می‌کنه نویسنده: اما ای برادران، در خصوص وقت‌ها و زمان‌ها احتیاج ندارید که به شما بنویسیم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دزد در شب می آید. چرا که اینو روح القدس در قلب ما نهاده که مسیح نیز خواهد آمد. زیرا هنگامی که می گویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت. چون درد زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد، لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید. زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستید. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. با توجه به ایامی که درش هستیم، هموطنان عزیز، می باید این خبر خوش نجات رو به دیگران داد، به طور خاص به آنانی که تصور می کنند در مسیر اسلام تندرو قرار گرفتن و می خوان جهان رو به جایگاهی برسونن که همه مسلمان بشن. امروز ما می باید با محبت، با اسلحه‌ای که در دستمون هست از کلام خدا، خبر خوش نجات رو به همه مسلمانان بدیم تا قبل از اینکه اونها هلاک بشن، خداوند با فیضش آنان را نجات بده.